نه در برنامه با دکتر هوراکویی روز دوشنبه. آقای دکتر هوراکویی یک نکته رو گفتن در مورد نویسنده‌ای که به هر حال کتابی رو به فارسی ترجمه کرده بود از یه نویسنده فرانسوی که او خودش هم از یک قدیس اسلامی این رو به اصطلاح گفته بود که گرفته و بعد همه اینا دروغ بود و همش زاده تخیل این شخص نویسنده بود و ما این رو چون دکتر هوراکویی مأخوذ به حیا بود و نمیخواست اسم این نویسنده دروغ پرداز نمیخوام بگم خیال پرداز رو و با قدرت تصور تخیل بسیار قوی رو ابراز بکنه در اون برنامه ابراز نکردیم و من این رو به مسابقه گذاشتم. قرار بود که امروز نتیجه مسابقه رو اعلام بکنم. البته جایزه این مسابقه نداره ولی باور بفرمایید تعداد زیادی از شما بینندگان عزیز با ما تماس گرفتید و نام این نویسنده خیال پرداز با قدرت تصور بسیار زیاد رو اعلام کردید و اون کسی نیست جز آقا ذبیح الله منصوری. کارهای زیادی داره ذبیح الله منصوری و هیچ کدومش اعتبار علمی نداره، بل کارهای تاریخی او رو به عنوان یک سری داستانهای تاریخی باید خوند. مثل این میمونه که شما به ذبیح الله منصوری فقط این رو نشون بدید، بگید این یه تلفن ذبیح الله منصوری دارای این قدرت بود که از این 1000 صفحه مطلب برای شما بنویسه و در اختیار شما قرار بده. بسیار هم جذاب و خوب این کار میکرد. کتاب های معروفی داره، سینوه پزشک فرعون، تاریخ جاوید در چندین جلد، ولی اینا فقط ارزش به عنوان رمان تاریخی باید اونها رو خوند و نه به عنوان این کتاب. هم بر قال از صادق هست، نقل قولهایی است که ایشون کرده از طرف امام جعفر صادق. نه امام جعفر صادق روحش خبر داشته از این نقل قولها و نه نویسنده فرانسوی وجود داشته بود که اینها رو بنویسه. به هر حال این هم از آقای ذبیح الله منصوری. امشب ما سری میزنیم به دنیای مشروطه خواهان و مسئول شاخه های لس آنجلس، شاخه لس آنجلس حزب مشروطه ایران رو برای شرکت در این برنامه و گفتگو دعوت کردم و این شخصیت آگاه که سال هاست در حزب مشروطه ایران فعالیت دارند با کمال میل دعوتم رو قبول کردند و همکنون در محل استودیوی تلویزیون اندیشه هستند و من با ایشون گفتگو میکنم. شما هم اگر پرسشی داشته باشید در درجه اول از طریق تکس و بعد زمانی که خطا رو احتمالاً باز میکنیم از طریق تلفن میتوانید با ایشون مطرح بفرمایید. خانم ها، آقایان، آقای فرزاد فرهانی، خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. متشکرم. درود بر شما و همه بینندگان. حزب مشروطه ایران چند ساله شد؟ 20 ساله. 20 سال پیش. پایه‌گذارش کی بود؟ پایه‌گذارش آقای داریوش همایون و تعدادی از اعضا که هنوز هستند، میتونم بگم جناب داریوش همایون، دکتر اکمل، فؤاد پاشایی، من و جناب مروتی، آقای قطبی، دکتر زاهدی، عده زیادی بودیم که قبل از اینی که اصلا حزب رو به وجود بیاریم نزدیک 2 سال روی این کار میکردیم و بعد از 2 سالی که این کار انجام شد ما توانستیم این وضعیت رو به نقطه‌ای ببریم که امروز گفتیم که خب از الان به بعد ما دیگه میتونیم این رو اعلام کنیم. یک کنگره نخستین در آلمان گذاشتیم و بعد از اون کنگره حرکت کردیم. البته از تقریبا سال 90 روش کار میکردیم و در سال 92 هم در واشنگتن کنگره داشتیم. خب حالا از این افرادی که اسم بردید کیا باقی موندن؟ به غیر از جناب دکتر داریوش همایون، به جناب اسدالله مروتی و جناب قطبی رفتن و باقی هستن. ادیز بیشتری هستن. من الان اسم هم منظورتون از آقای قطبی کدوم آقای قطبی؟ آقای قطبی در آلمان. آقای قطبی در آلمان. بقیه هستن. بله. رابطه فعال با حزب داره؟ هممون در حزب. همه ماهایی که در روز اول اومدیم پایه‌گذاری کردیم، ادیز زیادیمون هستیم. ادیز رفتن به دلایلی ریزش کردیم ولی همچنان گروه اصلی باقی است. حرف حساب گروه اصلی چیه؟ حرف حساب گروه اصلی اینه که ما باید ایران فردا رو، فقط ما نیومدیم که بریم رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، ما نیومدیم که بریم حکومت رو بگیریم، ما باید مردم رو آگاه کنیم،
ما باید به فردای ایران فکر کنیم، نه به گرفتن حکومت. گرفتن حکومت فقط یک نقطه است، نگهداریش، بعدش نسل‌های بعدی. ما با این تصور اومدیم تو کار که بتونیم ایران رو به طرف ترقی و تجدد ببریم. ما اومدیم مردم رو بهشون اطلاعات بدیم، ما اومدیم به مردم اینفورمیشن بدیم، مردم رو آگاه بکنیم و بتونیم با همه گروه های سیاسی با هر عقیده ای که هستند ایران فردا رو بسازیم. ما اصلا معتقد نیستیم که ما به تنهایی میتونیم قدر قدرت باشیم و حکومت رو در دست بگیریم و انجام بدیم. این کار شده و غلط بوده. باید ایران فردا متشکل و سازنده باشه از همه گروه های سیاسی. پس شما یک سازمان سیاسی مبارزاتی نیستید، یک سازمان فرهنگی هستید. یک سازمان سیاسی مبارزاتی هستیم که اهدافمون در وهله اول آموزش مردم ایران. 20 سال دارید آموزش میدید. 20 سال خیلی جلو رفتیم. بسیار خوب. امروز با نظام جمهوری اسلامی ما طرف هستیم. درسته؟ 100 درصد. خب تا وقتی این نظام هست این آموزش شما تا که ادامه داره؟ ببینید یا فروزنده اول اصلا من اول نه اجازه دین یه نکته رو برسون برسونم اگه اجازه فرمایید بعد شما پاسخ بدید. چون 20 سال پیش تکنولوژی ارتباطی که ابزار آموزش هست به این پیشرفتگی نبود. 20 سال در کنار همدیگه ما راه درازی را آمدیم و ابزارهای متعددی برای آموزش آمدن. کی شما چجوری وزن میدید به نقش مبارزاتیتون و نقش فرهنگی و آموزشیتون؟ اون بخشی برای من بیشتر جذابه چون فرهنگ رو یه خورده میفهمم و کار فرهنگی رو، ولی کار مبارزاتی رو باهاش مشکل دارم که شما در زمینه مبارزه با جمهوری اسلامی چه کردید؟ اول اصلا من اینجا یه پرانتز بکنم و یک قضیه رو مطرح کنم. طبق اساسنامه حزب مشروطه ایران من سخنگوی حزب نیستم. من دارم نظرات خودم رو در مورد شاید. حزب میگم شاید. از نظر چیز آقای فؤاد پاشایی سخنگوی حزب. اینا از نظر یاران و دوستان گفتم که مبادا چه. ببینید ما ظرف این مدت کار بسیار زیادی رو با جمهوری اسلامی کردیم. ما در داخل و خارج از ایران ما یکی از متشکل ترین گروه های مشروطه و یا شاید تنها گروه متشکل مشروطه خواهی هستیم که 20 ساله بر عقیدمون ایستادیم. 20 ساله هر دو سال یک بار یک کنگره برگزار کردیم به صورت دموکراتیک، به صورت اینکه ما در هر دو سال اومدیم انتخابات کردیم و یک نفر رو به عنوان دبیر کل و شورای مرکزیمون انتخاب کردیم و در داخل بسیار ما کار کردیم. در خارج از ایران قادر شدیم شاخه های زیادی رو به وجود بیاریم. این شاخه ها متناوباً بالا و پایین میرن. در یک نقطه ای ما به 63 شاخه رسیده بودیم، بعد به دلایلی که بعد لازم شد بعدم میگم یه تعدادیش رو کم کردیم و هر آن این شاخه ها به دلیل اون که باید در طبق قانون منشور و اساسنامه ما عمل کنن، اگر نکنن از رده میان بیرون، کم و زیاد میشه. ولی در شرایط فعلی رنج حدود 40 شهر رو ما آدم هامون، افرادمون، اعضای سازمانمون، اعضای حزبمون درش دارن فعالیت میکنن. ما در سال 2007 جمهوری اسلامی به دلیل فشاری که به ترکیه آورد حمله کردند و شاخه و شهر وان ما رو دستگیر کردند و بردن به طرف مرز ایران که تحویل ایران بدن و با فعالیت شدید و زیادی که تونستیم انجام بدیم در سر دوران من ترکیه نبودم، ولی اینها داستان‌هایی است که هم یارمون آقای عالمزاده نوشته و هم چیزه. در درست در بین اون نزدیک مرز ایران اونجا ایستادند تا 3 ساعت بعد بهشون دستور دادن نه به ایران تحویل ندید، چون ما نصف شب کمیسیار پناهندگان رو بیدار کردیم، سازمان ملل معاونش رو بیدار کردیم و تا اونجایی که تونستیم کار کردیم و از حرکت این عده به ایران جلوگیری کردیم. اگر ما برای جمهوری اسلامی خطر نیستیم و یا مشکل نیستیم، هرگز به 5 نفر پناهجویی که همه پرونده هاشون درسته و منتظر جاش هستن در ترکیه نمیان، با دولت ترکیه دیل نمی کنن، شبونه اینا رو نمی برن، توی ماشین پلیس نمی اندازن و به طرف ایران نمی برن. یه جای قضیه نشون میده که ما داریم کار میکنیم. وقتی که یارانمون رو در این تظاهرات و اون تظاهرات میگیرن، وقتی که میبرن، وقتی که ما در زندان های ایران زندانی داریم، ما در داخل ایران هم داریم فعالیت خودمون رو میکنیم، ولی ما نه دست به اسلحه میبریم و نه با خشونت موافقیم.
خب توضیحاتی رو فرمودید، بعضیش رو مورد نظر من بود، بعضیش اصلا من سوال نکرده بودم. در اینکه اقدام مثبتی کردید و چند نفر از یارانتون که در معرض خطر فرستادن به ایران بودید نجات دادید، خب این اقدام بزرگی بوده، ولی این اقدام دفاعی است، اقدام تهاجمی نیست. و در خارج از کشور، اونجایی که ما بتونیم بفهم، چون شما در مورد فعالیتاتون در داخل ایران نمیتونید. چیزی رو نمیتونید بگید، بنده هم انتظار ندارم بگید، ولی در مورد به هر حال این بار الان بر سر، به این سوالم نمیتونید پاسخ بدید، ولی یه جوری پاسخ بدید که بتونید، چند نفر شما عضو دارید؟ حدود، حالا این سوال بدیه، چون شما نمیتونید این رو باز بکنید، اگه کم باشه خیلی بده، اگه خیلی هم زیاد باشه کسی باورش نمیکنه. اون چی که مورد نظر من این هست که در این تاریخ 20 ساله نمودهای خارجی حضور و فعالیت شما جز برنامه‌های تلویزیونیتون در کجاها بوده؟ ببینید جناب فروزنده، اگر برگردیم بیایم ببینیم حضور ما کجا بوده در ظرف این 20 ساله، در این شهر لس آنجلس، اگر فقط این شهر رو صحبت کنیم، هیچ تظاهراتی نیست که تیم ما توش نبوده، عملاً کار نکرده، عملاً برگزار نکرده. ما تظاهرات سراسری برگزار کردیم، ما تظاهراتی که مثلاً با 13 تا شهر هماهنگ انجام شده برگزار کردیم، ولی خب درسته وقتی که ما روزیم اروپا شبه یا شبه ما روز هستیم. ما تظاهر در مورد زمانی که جنبش خیزش 88 اومد، تظاهرات دائمی در اروپا برگزار می‌کردیم، چون اروپا مردم قابل چیز بودن. ما میزهای اطلاع رسانی در اروپا داشتیم در اون مدت، در مسئله خیزش اگر اشتباه نکنم 97 دانشجویی، ما خط مستقیم با تهران باز داشتیم و تمام این خبرها رو ما داشتیم تحویل میدادیم. آیین محمدی اینا اینجا هستن، میتونن دقیقا بیان و بگن که ما چطوری این خبرها رو تجهیز میکردیم. داستانهای دیگر رو از داخل نمیتونیم بگیم، ولی ما تا عمق اون برنامه هایی رو که میشه در تهران. پس لس آنجلس مرکز فعالیت های شما نیست؟ نه، چون لس آنجلس تقریبا میشه گفت در حال احتضاره. لس آنجلس با اشکالی که برخورده، ببینید ما وقتی که داریم راجع به قول معروف اپوزیسیون صحبت میکنیم، این اپوزیسیون باید دارای یه مشخصاتی باشه. اپوزیسیون اونهایی که طرفدار چپ و راست بودن، متاسفانه نتونستن نیروهای بیشتری رو به خودشون جمع کنن، و تقریبا حرف شما درسته. در حال این شما هم که راستین، ما راستیم، ولی ما هستیم واسه اینکه ما همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، در کنگره‌ای که در اروپا بوده در حدود 2 ماه پیش، افریج سن ما اومده به 36. ما قبلا توی افریجمون بالاتر بود، واسه این که جوانایی که دارن به ما میپیوندن و حرفایی رو که دارن میدن، 3 میلیون ما رو داره میاره. خب چرا حرفای شما چیه؟ به طور خلاصه میتونیم بگیم؟ ما میگیم فردای ایران فردای پادشاهیه. ما نظام مشروطه پادشاهی رو ما در نظام مشروطه پادشاهی، واسه اینکه یه مقداری مشخص تر باشه، نظام لیبرال دموکراسی رو داریم انجام خواهیم داد. ما نخواهیم گذاشت هیچ پیر زن و پیر مردی خارج از وضعیت دولتی زندگی بکنن. ما به این بماف در فردای ایران آموزش مجانی خواهیم داشت، ولی اینا رو الان گفتن تا وقتی که دستمون در قدرت نباشه. اولی رو فهمیدم، شما میفرمایید که جناب فرهانی فردای ایران نظام پادشاهی است. دومی، نظام پادشاهی مسئله لیبرال دموکراسی رو ما به عنوان سیستم حکومتی پیاده خواهیم کرد، یعنی نظام فکری که حاکم بر ساختار ده. حکومت است دیگه. وقتی که ما مشروطه خواهیم، مسئله پارلمانی و لیبرالیسم دیگه. بله دیگه. چی می‌خواید دیگه؟ بسیار. چرا فردای ایران باید نظام پادشاهی باشه؟ باید نداریم، ما معتقدیم. نه، آرمان شما اینه. آرمان ما میگه که ما معتقدیم نظام پادشاهی پارلمانی و نظام حکومت مشروطه به دلیل شرایط قومی ایران بهترین نوع نظام برای نگهداری ایرانیه. دلایل شما چیه؟ دلایل ما اینه که در ایران شما این همه قوم و ملت و مردم و گروه دارید، اگر یک نفر به عنوان سمبل پادشاهی نباشه، هر روز که یکی رئیس جمهوری شد مثل کشورهای بعدی میشه.
آقای صدام تمال تکریت بریزید بزنید اینا رو بکشید. شما که میدونید این مقایسه که میفرمایید درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کشور عراق در اساس اصلا کشور نیست. سه جزء نامتجانس رو به همدیگه چسبوندن یک کشور ساختن. اما در ایران این تنیده شدن تاریخی چندین هزار ساله. درسته که یه طرف کرده، یه طرف آذریه، یه طرف بلوچه، یه طرف تهرانیه، ولی شما کجا میتونید اینها رو از هم دیگه تفکیک کنید و صاف کنید؟ من این یک. دو، خسارت یک نکته هست. صاحب این تلویزیون نادر درمانی است. نادر درمانی برخلاف من فکر میکنه. نادر درمانی معتقد است، من باید نظر او رو هم بگم چون این برنامه رسمیه تلویزیون اندیشه است، معتقده که نظام پادشاهی دارای این امتیازه که به علت محدودیتی که در حضور در قدرت هست برای یه خانواده مشخص، برای یه گروه مشخص، فسادش به مراتب کمتر از نظام جمهوری است. این نظر از یه نقطه، این نقطه‌ای که ایشون میگه از یک جهت درسته، برای اینکه در همین سیستم دموکراسی آمریکا شما میدونید که بر مبنای غارت مشاغل، یعنی رئیس جمهور که عوض میشه بلا فاصله چندین هزار پست هست، اینها رو باید بگیرن و این کار انجام میشه. حالا مهم نیست که طرف قبلی خوب بوده یا بد بوده، این در نظام پادشاهی کمتر اتفاق میفته، کم خسارت تره. اما استدلال آقای درمانی یک نقطه ضعف عمده داره، علی‌رغم اینکه این نقطه نظرش رو توضیح دادم، اون است که وقتی نظام پادشاهی شما از یه پادشاه ناراضی هستی و میخوای بذاریش کنار، خسارتش میشه همون چیزی که ما میبینیم در کشورهایی که منجر به انقلاب میشه، برکناری پادشاه، در حالی که برکناری یک رئیس جمهور دچار این مطلب نمیشه. و شما، من نمیدونم بر اساس آیا دلیل دیگری داشته که آمدید گفتید، چون شما میگید حزب مشروطه ایران، مشروطیت حتما با پادشاهی همراهه. ما مشروطیتی که ما داریم صحبتشو میکنیم، صحبت از اینی میکنه که پادشاهی داریم، مشروطه حالا اگه داستان دیگه است. ما داریم صحبت اینو میکنیم، ما عملا در داخل کشورمون دیدیم وقتی که نظام رضا شاه کبیر اومد و وقتی که محمد رضا شاه اومد، ما در زمان محمد رضا شاه در داخل ایران زندگی میشدیم، مدرسه میرفتیم، من در شهرستان ها بودم، هرگز ما اینقدر مسئله فارس و کرد و ترک و عرب و بلوچ نداشتیم، مشکل داشتیم ولی تا این حد نبود. لااقل یک نظام پادشاهی مشروطه که پادشاه به عنوان سمبل قدرت و حکومت دست نخست وزیره میتونه به اینا رسیدگی کنه و اگر یک کسی دادخواهی خواست میتونه به پادشاه یا به اون دفتر پادشاه مثل همه کشورهای دیگه یه نامه‌ای بنویسه و اونا یه تذکری بده. ما اصلا معتقد نیستیم در فردای ایران پادشاه باید در رأس قدرت بیسته. ما معتقدیم پادشاه باید به صورت سمبل عمل کنه و ما معتقدیم که این حکومت که باید عوض بشه، چه بد چه خوب، مردم نخواستن حکومت دیگر. در تاریخ پادشاهی ایران چند پادشاه رو داریم که در محدوده پادشاهی باقی موندن و تبدیل به سلطان نشدن، سلطان قدر قدرت؟ ببینین مسئله اون چی که در ایران اتفاق افتاده و بوده با اون چی که امروز داره میشه دو تاست. امروز شما خودتون مطرح کردین مسئله وجود تکنولوژی، مسئله وجود این همه جوان تحصیل کرده، مسئله وجود این شرایطی که الان داره به وجود میاد، هرگز دیگه اون رو به وجود نخواهد آورد. ولی وقتی که شما صحبت از چه کسی میکنید، اگر بگیم کسی که ایران رو ساخت رضا شاه کبیر بود، چه اگر شما هم حتما خوندین در کتاب خاطرات در مازندرانش، وقتی که رضا شاه به حکومت میرسه و وقتی که به شهر ساری میرسه، خودش میگه سه تا بچه دیدم که سرشون شونه کرده بود و اون روز آرزو کردم که یک روزی مردم ایران همه با این سر و وضع در خیابون قدم بزنن. و وقتی که میپرسه میگن این سه تا بچه متعلق به یک خانواده ارمنی هن. ولی ما امروز دیگه اونجا نیستیم که پادشاه مجبور باشه به قدر قدرت تبدیل بشه. امروز به آسونی با وجود این همه شرایط، خصوصا این همه ایرانی خارج از کشور، ما قادر خواهیم بود دموکراسی غربی رو، دموکراسی تجددخواهی رو در ایران پیاده کنیم. ما آدمای قبل نیستیم.
چه قرینه‌ای وجود داره برای اثبات این ادعای شما؟ ببینید، در کشوری که 36 ساله زیر دیکتاتوری امام است، چون قبلا نظام پادشاهی ایران و محمد رضا شاه پهلوی به نظر من دیکتاتور نبود، باید دموکرات هم نبود، نمیخوام وارد بحث ایشون بشم. ایشون رو نمیشه بهش لیبل زد دیکتاتور ایران و ایشون هم نمیشه لیبل زد بهش سلطان ایران. ایشون یه شخصیت بینابینی بود، هویت سیاسیش تا آخر عمرش هم خیلی روشن نبود، در اینکه ایران هم دوستاش هیچ تردید نیست، در اینکه هم خدمت کرد هم اشتباهات بسیار زیاد کردم تردید نیست. اما ببینید، شما وقتی که با یه همچین شرایطی مواجه هستید، 36 ساله مردم ایران زیر سلطه یک دیکتاتوری مطلقه، یعنی ولایت مطلقه فقیه قرار دارن، شما چطور انتظار دارید بدور از خشونت بتونید این نظام رو پایین بکشید؟ ببینید جناب فرزنده، موضوع نسل جوانه، نسلی که نسل انقلاب، و آقای خمینی گفت نسل انقلاب میاد و میگیره، داریم میبینیم من و شما خارج از کشور، نسلی که ضد مذهب علی رغم همه داستان ها. حتما شما هم ولی ضد فعالیت سیاسی هم هست، ضد فعالیت به خاطر زده شدنش. اگر بیا بهش نشون بدین که شما دارین کاری که میکنین درسته، به جای میرین، خیلی از کسایی که به پیش ما میان، سراغ ما میان، وهله اول برای مسئله پناهندگیشون میان، که ما ظرف از کنگره هشتم اعلام کردیم دیگه یار نمیگیره، چون همه اینایی که از ایران می آمدن یه کاغذ از ما بگیرن برن پناهنده بشن، ما گفتیم نه دیگه، ما تبدیل شدیم به آدمایی که اینجا، ولی بچه‌هایی که میان یه مدتی اینجا میمونن، یا فریادهایی که مثلا در مرگ ریحان بلند شد، ما احتیاج به یک المنتی داریم که اینا رو تحریک کنیم، و اون المنت جمهوری اسلامی دست ما میده. شما در دانشگاه‌های آمریکا، در دانشگاه ببینید آقای جناب فرهانی عزیز، صحبت من عکس العمل ما در مقابل جمهوری اسلامی نیست، در باره شروع حرکته، یعنی حرکتی که ما شروع بکنیم، نه به صورت ریاکشنری در مقابل عمل جمهوری اسلامی. کجاست حزب مشروطه در این مورد؟ علت اینم که با شما با این صراحت بحث میکنم، هم ظرفیت شماست و هم اینکه یه سازمان 20 ساله طرف هم ببینید، بچه نیست این سازمان اصلا. ببینید جناب فروزنده، ما معتقد نیستیم که ما بایست بریم یه جایی رو منفجر کنیم یا کاری شبیه این. ما معتقدیم ایران شبیه روسیه و شبیه اتحاد جماهیر شوروی فرو خواهد ریخت در یک نقطه. ما بایست بتونیم آمادگی لازم رو واسه اون نقطه داشته باشیم، ما بایست بتونیم آماده باشیم که اگر لحظه ای در داخل کشور اتفاقی افتاد، اگر لحظه ای این آتش شروع کرد به گرفتن، اونجا عمل کنیم. شما در ایران دارید این کارو میکنید؟ ما داریم این کارو، در داخل ایران دارید این کارو میکنید؟ ما در داخل ایران داریم این کارو میکنیم، همون جوری که در داستان 88 گروه زیادی از ما در زندان رفتن. گروه زیادی از شما در زندان رفتن، آیا اینا آزاد شدن یا هنوز در زندان؟ 3 نفرشون آزاد شدن، گروه دیگرشون در زندان، یه عدهشون رو میدونن، یه عدهشون هم نمیدونن که با ما هستن. یعنی شما در ایران کار مخفی دارید میکنید؟ اصلا این کار ما مخفی نیست، هر کاری شما در ایران میکنید نمیتونید اعلام کنید. اون کسی که یار شماست، اون کسی که با شماست، اون کسی که میاد واسه شما اعلامیتون رو پخش میکنه، اون کسی که پرچم شیر خورشید، شما در هیچ حالتی دست به خشونت نمیزنید؟ یعنی اگر که مأمورین انتظامی بیان یا آدمی رو در یه گوشه‌ای قرار بدن که عضو شما باشه و اون رو زیر ضرب و شتم قرار بدن و او فرصت داشته باشه که جواب بده، جواب نمیده؟ مسئله دفاع از خود با خشونت دوتاست. ما دفاع از خود 100% میکنیم، اما ما نمیریم هیچ کس رو به عنوان مأمور دولت جمهوری اسلامی بکشیم یا جایی رو بمب بزنیم. یعنی هر کجا که بتونیم، اگر از خودمون بتونیم دفاع کنیم، همینجوری که چندین بار انجام شده، از مرحله دفاع میکنیم و از مرحله فرار میکنیم، چون نمیتونیم باشون رو در رو بیشتر از اون بشیم. آخرین اقدامات عملی که انجام دادید و ازش راضی هستید در داخل ایران و در خارج از کشور کدوم است؟ داخل ایران که هیچی، ولی در خارج از کشور
ببینید، اگر جمهوری اسلامی یه سازمانی داره، یه ساختمانی داره در نزدیکی فرودگاه مهرآباد سابق، در اینجا گروه‌های خارجی رو مانیتور میکنن، اگر یک تیمی اونجا نشسته و داره ما رو مانیتور میکنه، حتما یه فکری راجع به این قضیه داره. ما در خارج از کشور، فقط شما نیستین، خب همه رو دارن مانیتور. نه نه، 100% میگم گروه‌ها رو، گروه‌های خارجی. پس یه داستانی هست. ببینید، ما در سه مورد، بله، در سه مورد اعضای ما رو در داخل کشور و خارج از کشور اینا خریدن. یکیش در آلمان آقای ایرج سین، که دولت بعد از اینکه ما اخراجش کردیم و به پلیس آلمان و به آلمان خبر دادیم، اونها اومدن ایشون رو گرفتن، به دادگاه بردن و به 4.5 سال زندان محکوم شد، به دلیل ایشون قبلا مأمور ساواک بود، در داخل حزب بود و گزارشات حزب رو به جمهوری اسلامی میداد. یعنی ساواک، ما منظور ده ساواک که وجود ساواک قبلا مأمور ساواک بود در ایام پادشاهی، در ایام پادشاهی، بعد که اومده بود به عنوان پناهنده در خارج از کشور، شده بود مأمور ساواک و گزارش ها رو به داخل. دولت آلمان اومد ایشون رو گرفت و به 4.5 سال زندان محکوم کرد. یار دیگری که به ایران رفته بود و خانواده‌اش مرید، ایشون پناهنده بود، ما اعلام کرده بودیم هیچ پناهنده ای نباید به ایران بره، خانواده های درجه یکش. ایشون بعد از اینکه به ایران میره و یک بچهش مریض میشه و همسر ایشون اینو میبره به بیمارستان، ماموران اطلاعاتی میان اونجا، خیلی مهربون، خیلی دوستانه هزینه بیمارستان رو میدن به ایشون، میگن که ما با شما کاری نداریم، به شوهرتون بگیم به ما زنگ بزنه، این آقا هم به اینا زنگ میزنه و بهش میگن ما چیزی که میخوایم، میخوایم تو به ما گزارش بدی و این فعالیت ها رو بدی. ما اینجا رو نمیدونستیم. یار دیگه ای همسرش به ایران میره، مامورین در فرودگاه پاسپورتش رو میگیرن، بهش میگن بیا پاسپورتت رو بگیر، وقتی که میره پاسپورتش رو بگیره میگن ما باید این کارو بکنی، اون کارو بکنی، دودی بچهای دیگه هم دارن میکنن، فلانی هم این کارو داره میکنه. بعد از اینی که ایشون میاد اونجا اینو میگه، بهش میگن که خب بیشتر بپرس ببین چطوری میشه. وقتی که همه اینا رو میپرسن و وقتی که با اون دوست روبرو میکنن که تو زنت رفته ایران در فلان بیمارستان مامورین اومده، معلوم میشه حقیقت. ما دائما جمهوری اسلامی در حال حرکت و در سعی در نفوذ ما داره. ما یه سازمان مخفی نیستیم، ولی حتما چیزایی داریم که نباید معلوم بشه. خب درست، ولی باز این پاسخ سوال من نبود. الان شما در خارج از ایران برای هدایت، برای نمودهای تظاهرات، نمودهای رفتارهای ابتکاری شما برای مبارزه با جمهوری اسلامی چیه؟ در خارج از کشور که میتونیم این نمادها رو داشته باشیم. ما مثلا در حدود یک ماه و نیم، دو ماه پیش قبل از کنگره، هم در اروپا، هم در سوئیس جلوی پارلمان اروپا و هم در آلمان و هم در لس آنجلس در این خیابون سوم، یه شب بچه ها رفتن با یه چیزی نزدیک 20 یا 30 تا لپتاپ و با هموطنان امریکایی، خب میگم هموطن، خب خیلی همون سیتیزنیم، امریکایی ها وایستادن، صحبت کردن، پتیشن جمع کردن راجع به این که ایران داره حقوق بشر رو زیر پا میذاره و این پتیشن ها رو به سازمان ملل فرستادیم. با سازمان ملل دائما ما داریم باسش پتیشن جمع میکنیم، در اروپا داریم این کار رو میکنیم، با پارلمان اروپا دائما میریم و میاییم که آقا چی داره در داخل کشور میگذره. الان در دو تا طرح دیگه در دسته که حتما بعدا بهتون میگم، و ما الان این کارایی رو که داریم میکنیم سعی میکنیم وضعیت اگر این کشورها، اگر اینها همینجوری، اینا خودشون که این نمیگن که آقا جمهوری اسلامی بعد این کارو میکنه اون کارو میکنه، بده یه سری آدمهای احتمالاً گروهای دیگه ای هم مثل ما این کارو میکنن و این خبرها و این مسائلیه که این گروه سازمان ملل و گروه های حقوق بشری بین المللی با ایران راه نمیان. خط ارتباطی شما با شاهزاده رضا پهلوی چیه؟ خط ارتباطی ما ایشون اینه که هر کار
اگر منظورتون خط تلفنی که نیست نه نه اگر لازم باشه مسئله ای رو هماهنگ بکنیم حتما میکنیم، اگر لازم باشه در جایی با همدیگه کار مشترک انجام بدیم حتما انجام میدیم و ایشون هم همیشه به ما لطف داشتن، هنوزم دارن. برای کنگره دهم ما که 20 سالگی بود پیام فرستادن و با پیام ایشان کنگره ما شد. یعنی شما یه سازمان مستقل هستین و ایشون هیچ ریاستی بر شما ندارن؟ ایشون رئیس ما نیست ولی رهبر سیاسیه که ما دنبال ایشون هستیم. یعنی خط فکریتون رو از ایشون میگیرید؟ خط فکریمون رو هم از ما، ایشون رو به عنوان رهبر سیاسی قبول داریم، خط فکری رو نه از ایشون نمیگیریم، ولی همون دو هماهنگیم. با هم هیچ اختلافی ندارید؟ اصلا. یعنی همونطور که ایشون طرفدار مبارزه به دور از خشونته، شما هم همون مسیر رو طی می‌کنید؟ خب با سازمان‌های دیگه که در خارج از کشور هستن چه نوع هماهنگی دارید، چه همکاری‌های مشترکی داشتید و دارید؟ ببینید اول ما اگه این سازمان‌ها رو یه ذره مشخص کنیم راحت‌تر من میتونم حرف بزنم. اگه سازمان‌ها باید یه آیدنتیفیکیشنی داشته باشن که بتونیم این سازمان سیاسیه، با این کارو میکنه، این کتابچه رو داره، این عقیده‌شه، اینه. با جبهه ملی ایران، با جبهه ملی ایران روابط بسیار خوبی داریم، با در جلساتشون شرکت میکنیم، اونها هم در جلسات ما شرکت میکنن، در کنگره ها ازشون دعوت میکنیم به عنوان سخنران خارج از کشور، بخش خارج از کشورش میان با ما و در کنگره های ما شرکت میکنن، ما هم همین کار با ما میکنیم. با گروهی که با آقای نوریالا کار میکنن در حال ارتباط هستیم ولی هیچ کار مشترکی انجام ندادیم. با جمهوری خواهان سکولار چرت، با جمهوری خواهان روابط بسیار خوبی داریم، حتی در کنگره قبلی ما در سان فرانسیسکو که بود، در زیر سان فرانسیسکو سان آنتونیو، شما بهتر از من بله اونجا بودیم، اومدن برای سخنرانی کردن، حضور داشتن. بله. با شورای ملی، شورای ملی سازمانی که طرفدار پادشاهی هستن، رابطه خوبی داریم، هیچ مشکلی نداریم. اگر و الان دو تا طرح مشترک رو در لس آنجلس داریم پی میگیریم که ببینیم میتونیم انجام بدیم یا نه. علی، شما نهایتاً در تغییر شرایط ایران معتقد هستید که تغییر شرایط ایران باید به دور از خشونت انجام بشه؟ به دور از خشونت و با همکاری دیگر سازمان ها، حتی دیگر اندیشان. اگر شما من یه دقیقه اجازه بدین، در سال 2009 اگر اشتباه نکنم یا 2010 بین اینجا، در پارلمان سوئد آقای داریوش همایون، آقای فؤاد پاشایی، دکتر زاهدی، دکتر یزدی رفتند و با اونها صحبت کردند. بعد از اینکه این صحبت ها تموم شد، اونا برگشتن گفتن شما از ما چی میخواین، ما چه کار برای شما میتونیم بکنیم. جناب داریوش همایون حرفی که زدن گفتن که ما در کشور شما گروه های چپ بسیارن، ما از شما میخواییم به این گروه های چپ امکانات بدین، شرایط بدین که بتونن خودشون رو، هویت خودشون رو نگه دارن، برای اینکه فردای ایران باید فردای همه سازمان ها و گروه ها باشه و مشترکاً ما بتونیم ایران رو بسازیم. اینا هایی مثل که به واسه من تعریف کردن، یه مدتی فکر کردن، گفتن ما از شما پرسیدیم چی میخواین، شما میگین به یه سری دیگه، میگن نه ما چیزی جز حمایت معنوی شما نمیخواییم، اونها هم هموطن ما هستن و در این کشورم بسیار. پس پلنی که شما دارید، برنامه این که شما برای تغییر شرایط در ایران دارید، یک برنامه است که من فکر نمیکنم الان قابلیت اجرا در ایران داشته باشه. ببینید ما روابط بسیار خوبی داریم و اینو این فکر میکنیم که میشه. باز اجازه بدین این داستانو بگم، بعد از اینکه یاران ما رو در ترکیه گرفتن و میخواستن به ایران ببرن، اینها رو به کردستان بردن، در کردستان عراق ولشون کردن، به این امید که وقتی که اینها وارد میشن اونا با تیر اینا رو بزنن یا چیزی شبیه این. ولی کردها این کار رو نکردن، حتی کردهای عراقی اونها رو بردن زندان، یه مدتی زندان بودن، اومدن و وقتی که اینا ما متوجه شدیم که اینها آزاد شدن، ما اونجا اصلا کسی رو نداشتیم، نمیدونستیم چه بکنیم. به هموطنان کردمون، به حزب دموکرات کردستان رو زنگ زدیم، ازشون کمک خواستیم، گفتیم یاران ما اونجان توی یه مسافرخونه هن و این مسافرخونه داره روزی 500 دلار بابت 5 تا آدم ما از ما پول میگیره و باید شما به ما کمک کنید، ازتون میخواییم.
ورداشتن اینا رو بردن داخل پایگاهشون، یک ماه و نیم نگه داشتن، هیچ هزینه‌ای نگرفتن، بسیار دوستانه، بسیار مردانه، بسیار رفیقانه این کار رو کردن. و بعد از اونی هم که اینها ما تونستیم کار اینا رو جور کنیم که به اون نقاط که باعث برن برن، اینا رو گذاشتن توی این ماشیناشون، بردن فرودگاه با بهترین شرایط. با بر ما یه چنین روابطی رو میخواییم در فردای شما چطور فکر میکنید که بعد از اینکه علارغم همه زایات که جمهوری اسلامی به ایران زده است، علارغم تمام اشکالات که این نظام داره، نمیشود با این نظام مخالف بود. این نظام رو نباید خواست که ادامه پیدا کنه در کشور، چون هر روز حضورش معنیش اینه که خسارت بیشتر برای ایران، احتمال ویرانی بیشتر برای کشور. نظامی نیست که شما بتونید باهاش سازش کنید، باهاش از در مذاکره در بیایید و حرف حساب بفهمه. هستن این نظام فقط تیغ در مقابل تیغ رو میفهمه، زور رو میفهمه، در مقابل زور فقط عقب میشینه و جایی نداره بره از ایران. این نظام برخلاف پادشاه سابق ایران تا آخرین نفرشون میایستن بر سر اون چه که دارن در عرصه قدرتی که کسب کردن و می جنگن. حالا فرض کنیم همه فرضای من شما اصلا رد بکنید، قبولش نکنید، ولی شما چطوری فکر میکنید مردم بیان دوباره نظام پادشاهی رو در کشور بر سر کار بیارن؟ چرا باید نظام برای رسیدن به دموکراسی نظامی رو بر سر کار آورد که در صورت عدم کارکردش خسارتش فوق العاده زیادتر از حرکت جمهوری خواهد؟ آقای فرزنده، تیکه اول صحبت شما رو کاملا قبول دارم. این رژیم نمیره، هیچ کس هم، حتی ما هم همچین تصوری نداریم با اینا بشه کار کرد. ما کسانی رو که میخواییم باهاشون کار کنیم، گروه ها و سازمان های سیاسی هستند با افکار مختلف مخالف جمهوری اسلامی. ما هرگز با کس، حتی با این اصلاح طلب و نمیدونم خورد شیش خورداد هشت خورداد یا هم کاری نداریم. ما با مخالفین جمهوری اسلامی خودمون رو هماهنگ داریم میکنیم، نه با کسانی که هیچ نوع مماشاتی با جمهوری اسلامی دارن. ببینید وقتی این جمله رو میفرمایید با مخالفان جمهوری اسلامی، یعنی ولی با مخالفان، با موافقان جمهوریت شما مسئله ندارید؟ نه، ما با مخالفات جمهوریت هم مخالف مسئله ندارید. خیلی خوب، ولی چرا این راه رو فکر میکنید؟ راه حلی که پایه های دموکراتیکش بسته به اون شخصی است که شما در اون رأس میذارید، یک قدرت نمایشی داره و در این حال یک شخص غیر مسئوله، ازش حساب کتاب نمیشه خواست. پادشاه اگر موجودی باشد که مثل یک رئیس جمهور بشه باهاش برخورد کرد، من مشکلی با پادشاه ندارم. ولی اگر قرار باشد دو تا عامل بیاد، یک مسئولیت نداشته باشه، دو سلطنت به صورت میراث در خانواده در بیاد. ببینید که چی؟ مگر در سوئد پادشاهی نیست؟ مگر در انگلستان پادشاهی نیست؟ کسی ملکه انگلستان رو بازجویی میکنه؟ ملکه انگلستان چه میکنه؟ پادشاه سوئد چه میکنه؟ پادشاه اسپانیا چه میکنه؟ ما چرا به ما که میرسه ما نمیتونیم هندل کنیم این قضیه؟ ببینید چطور ما در یه جاهای جامعه شناس میشیم ولی در یه جاهای اصلا جامعه شناسی رو میذاریم کنار. جناب پادشاهی، چجوری ایران رو دارید با سوئد و نروژ مقایسه میکنید؟ شما نگاه کنید در من، در همسایگی ایران، در دم مرزهای ایران، در همین چند ماهی که من و شما با هم داریم اینجا زندگی آرامی داریم، داعش پیدا میشه. داعش در ایران هم هست. مگه جمهوری اسلامی غیر از داعش بود در صدر انقلاب و هنوز هم همونه؟ کاملا صحبت شما درسته، ولی ما این اعتقاد رو نداریم. ما اعتقاد داریم که بعد از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی، اول از همه میشه یک رفراندوم کرد. یک رفراندوم کرد و از مردم خواست در یک زمان مشخص و معین، مثلا 3 ماه 6 ماه، دوی طرفداران کسانی که معتقدند پادشاهی درست نیست یا کسانی که معتقدند پادشاهی درست هست، بیان حرفاشونو بزنن و مردم بیان بگن کدوم نظام رو میخوان. و وقتی که مشخص شد کدوم نظام رو میخوان، اون وقت برن پای صندوق‌ها رأی بدن. ما این حق رو به مردم میدیم. ولی من شخصا این رو نمیبینم که مردم، نسل بعدی ایران، ما الان داریم تقریبا راجع به نسل سوم صحبت میکنیم بعد از انقلاب، الان 10 سال اگر حساب کنیم نسل سوم داره میاد.
بعد اینها دیگه اونا هستن، 100% در داخل کشورمون هست. در انگلستان هم چند نفر اومدن سربازای انگلیسی رو تو خیابون با قمه زدن، ولی ما باید بتونیم به مردممون یاد بدیم. ما باید یه چیزایی رو خزینه کنیم ولی مردم رو به اون طرف ببریم. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. ما میبگیم پادشاه بدون قدرت نخست وزیر همه کار است. این نخست وزیره که باید بازجویی، پادشاهی که مسئولیت نداره، ما چطوری میتونیم ببینید در شهریور 1320 وقتی محمد رضا شاه پهلوی به پادشاهی در ایران رسید، در واقع پادشاه مشروطه بود. بله. اما در سال 1355 محمد رضا شاه پهلوی پادشاه مشروطه نبود. بله. قدرت مطلقه بود در ایران. شما چجوری میتونید تضمینی داشته باشید برای اینکه این اتفاق نیفته؟ تضمینی که ما خواهیم داشت وجود نیروهای متفاوت سیاسی و بودنشون در صحنه است. اگر نیروهای سیاسی در داخل ایران هم میتونستن رشد و نمو کنن، وجود داشتن که اون وقت نه آگاهیشو داشتیم نه سوادشو داشتیم، همینجور که شما میفرمایید نه امکانشو، ما اگر با یک گروه مشروطه خواه، یک گروه چپ، یک گروه کمونیست، یک گروه جمهوری خواه، یک گروه فرض کنید ایکس و وای و زد، اینا کنار هم بشینیم و تشکیل یک پارلمان بدیم، اون وقت کسی نمیتونه قدر قدرت بشه. ما باید به اون نقطه برسیم. ما نمیتونیم همیشه دیگه بمونیم. خب چه یه جور دیگه سوالم مطرح میکنم جناب فرهانی، چطور شد که ما از شهریور 20 به 1355 رسیدیم؟ در شهریور 20 که پادشاهی به محمد رضا شاه پهلوی رسید تا سال 1332، یعنی این 12 سال، این 12 سال هم باید به چند تا تاریخ تقدیم تقسیمش کرد. از شهریور 20 تا سال 1328 ایران یک کشوری بود که بسیار میشد جنبه های دموکراتیک شد توش دید، احزاب متعدد بودن، قطب های فکری متفاوت حضور داشتند. رفتار محمد رضا شاه پهلوی هم در قالب یک پادشاه دموکرات بود، چون محمد رضا شاه پهلوی تنها پادشاه ایرانه که در غرب تحصیل کرده، بقیه کوه و کمر و بزن و بکش و همه اینا بوده. این آدم در اون دوران کتاب هایی هست در این مورد، میتونه بینندگان عزیز کمک بکنه. به نظر من بهترین کتابی که هست، این فقط نظر شخصی منه، کتاب دکتر عباس میلانی در مورد زندگی شاه، و به خصوص 220 صفحه اول این کتاب که به این دوران میپردازه. ببینید شاه در این حالت چطور شد؟ آخه چه اتفاقی افتاد؟ اینایی که میگید نه، در ایران بود. در ایران ما حزب توده رو داشتیم، در ایران احزاب راست داشتیم، در ایران تفکر سیاسی وجود داشت، ولی به تدریج محو شد. ما به 1332 رسیدیم. بعد در دهه 32 تا 42 در واقع 10 ساله است که قدرت قبضه میشه در دست پادشاه ایران، و پادشاه ایران از 1342 تا 1357 15 سال طلایی در اختیارش هست، همه کار برای ایران میکنه جز توسعه سیاسی. ببینید کاملا درست، ولی یک فاکتور اینجا ما داریم در این سالها. بله. ما اتحاد جماهیر شوروی رو در بالای سرمون و امریکا رو در اون طرف داریم، و ما یکی از تومه‌های این جنگ سرد و آشکار و پنهانی الان هم هستیم. الان اتحاد جماهیر شوروی اون نیست، الان جنگ اقتصادیه. خب اون چیزی که اینا دارن میکشن، ولی اون در اون زمان چیز دیگه ای هم که در این وسط بازی میکرد نقش مذهب بود. این بار دولت سکولار خواهد بود. این داستانی که به امید شما با این بر این باور هستید که رفتاری که جمهوری اسلامی کرده است مذهب رو از صحنه سیاسی ایران برای همیشه دور میکنه؟ مذهب رو از صحنه سیاسی میشه دور کرد با وجود این همه جوان تحصیل کرد. بینندگان عزیز به پیام های بازرگانی تلویزیون توجه میفرمایید. بعد از پیام ها به گفتگو ادامه میدم. اگر شما هم پرسشی داشتید میتونید علاوه بر تکس هایی که برای من فرستادید میتونید تلفن بزنید و روی خط بیایید و نظرتون رو مطرح بفرمایید، به شرط اینکه همراه با نزاکت سیاسی باشه. بس با شما شرکت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود به شما، ممنون از برنامه‌تون جناب فرزنده. من میخواستم صحبتمو اینجوری آغاز کنم که ایران یک کشور، این حکومت یک حکومت دموکراتیک نیست که ما بتونیم بدون خشونت به جایی برسیم. و
من میخوام از آقای فراهانی که امروز به عنوان حالا سخنگو نماینده اومدن اینجا این سوال بکنم که چقدر با مردم معمولی در ارتباط هستن. ایشون میگن منتظر لحظه هستن، منتظر موقع. از سال 88 دیگه بهتر هیچ وقت به وجود نخواهد اومد. اگر یه اپوزیسیون قوی بود واقعا در ارتباط بود، اگر 10 تا از اون موتور سوارا رو 100 نفر می اومدن موتور پایین می آوردن، باور کنید خلق اصلا ریشه اینا رو میکند. اگر تمام نیروهای رژیم رو 500,000 حساب کنید، ضرب در 10 5 میشه 5 میلیون، ضرب در 100 میشه 50 میلیون. یعنی در مقابل هر یه نفرش 100 نفر از ما بیشتر خواهد بود. اینها ولی در اون موقعیتی که ایشون میفرمایند اون لحظه باید نشون بده. من ایشون و شاهزاده رو اینطوری میبینم که همونجور که شما گفتید یه حرکات انفعالی میکنن، هیچ حرکت رو به جلوی ندارن. ببینید اون موقع هم بسیاری بودن که خواستن مردم رو آگاه کنن، هوشیار کنن. آدم های بسیار با سوادی بودن در حزب توده، کپیتال مارکس رو از حزب بودن دونه بدونه، ولی یه مرد بی سواد جانی اومد سوار بر همه چیز شد و چون با در توده ها در ارتباط بود. ولیعهد یا ایشون باید حداقل یه برنامه داشته باشن، هر روز با مردم عادی در ارتباط باشن. وقتی که ایجاد اون ارتباط شد و مردم باور کردن اینها رو، بعد میتونن ازشون خیلی چیزها بخوان. من هیچ چیز رو نمیبینم فقط به جز آیا رژیم یا ایشون میتونن این فکر بکنن که دو روز بتونن نیروهاشون جلوی اگه درگیری پیدا شد تو خیابون بمونن. گوری هم به هوا به جایی با این رژیم دشتیم به هیچ جا نمیرسه. این رژیم فرق میکنه. چی کار میتونن بکنن؟ اینا فقط داستانایی که میشه 300 سال دیگه هم همیشه گذشت. سپاسگزارم از شماتون جناب فرخ. ببینید این دوستمون با تشکر از اینکه زنگ زدن، اینکه اتحاد جماهیر شوروی زمانی که فرو ریخت یک ماه و نیم قبلش 1.5 میلیون نفر از افراد حزب کمونیست و دولت اتحاد در میدان سرخ مسکو رژه رفتن. یک ماه و نیم بعد ریخت، همه گفتن همچین چیزی نمیشه، ولی شد. علم سیاست همینه که در لحظه ای که اتفاق میفته این بازی چیز میشه، عمل میکنه. در سال 88 هم کاملا ایشون درست میگن، بسیار موقعیت خوبی بود. کسی که در مردم رو عقب گذاشت عوامل خود جمهوری اسلامی بودن، آقای کهروبی و موسوی بودن که عقب کشیدن و مردم تنها موندن. اینها اول به عنوان چیز اومدن، ولی علی کیا رفتن زندان، کیا کشته شدن؟ مردم عادی که به حرف اینها اومدن. و به همین دلیلی که ما میگیم در جز لحظه‌ای که لازمه باید فقط عامل خیابان کار بکنه، عامل رهبری در شرایط عادی مثل آقای موسوی و آقای کهروبی میشه. متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. زنده عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و آقای فروزنده و جناب آقای فرهانی عزیز. اولا که امیدوارم که این برنامه رو حتما حتما آقای فرهانی مجدداً ببینن و همطور آقای فروزنده خود شخص جناب عالی. در رابطه با مسئله‌ای که شما با رابطه با حزب مشروطه صحبت کرده بودید، قبل از اینکه من سوالم از آقای فرهانی بکنم، اینه که بگم که با توجه به وضعیت کنونی رژیم جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در طول سال یا 37 سال عمر رژیم جمهوری اسلامی بر سر مردم وجود اومد، اتفاقا پادشاه فقید ایران به عنوان یک فرد قهرمان تاریخ ساز برای مردم ثابت شده. این یه مورد. مورد دومی که آقای فراخانی شما زحماتونو کشیدیم، درست، خیلی از سازمان‌های سیاسی هستن که فعالیت میکنن، منتها تعدادشون ممکنه به تعداد افراد هواداران حزب مشروطه نباشه، ولی آیا چرا طی این 3-4 سال اخیر با این همه اتفاقاتی که در کشور به وجود اومد و بهانه‌ای بود برای تجمعات مردم در همین لس آنجلس به عنوان اعتراض، چرا حضور حزب مشروطه و رهبران حزب مشروطه کمرنگ‌تر شدن و حتی برنامه‌های تلویزیونی شما هم حتی نمود برهن موضوعات می باشه؟ و اینی که یه سوال من از آقای فروزنده هم که آقای فروزنده شما یه سوال از آقای فرهانی کردی که در رابطه با پادشاه ایران، اگر در رابطه با اساسنامه حزب مشروطه سوال میکنید که ربطی به پادشاه نداشت، که بیشتر صحبت شما بر مبنای شاه فقیه بوده، شما گفتین که شاه
هم اشتباه داشت و هم کم اشتباه داشت و هم اشتباهات بسیار زیاد. این کلمه بسیار که شما گفتید میشه لطف کنید آقای فروزنده شما با توجه به سابقه کارتون 5-6 مورد از اشتباهات شار برای بینندگان تعریف بکنید که ما ببینیم کجای کار شما اشتباه بوده. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. بفهمید شما. ببینید ایشون من نمیدونم چطوری میگن که ما کم رنگ شدیم. ما نزدیک از سال 2001 تا الان هر هفته برنامه یک ساعته به سوی ایران داریم و هنوز هم داریم و این برنامه رو داریم و هر روز هم اجرا میکنیم. هیچ تغییری نکرد. در هیچ تظاهرات و در هیچ برنامه‌ای در داخل شهر لس‌آنجلس و جاهای دیگه نیست که انجام بشه و ما در کنار مردم نیستیم. اگر راجع به سازمان مجهولی صحبت میکنن که ما نمیدونیم کاری نمیتونیم بکنیم، ولی اگر ما میتونیم با حزب کمونیست کارگری، اگر ما میتونیم با کموله، با کردستان، با دیگران رابطه برقرار کنیم، چگونه نمیتونیم با همفکران خودمون بکنیم؟ مگر اینکه مشکلات دیگری این وسط باشه که نمیدونم چیه که راجع به کدوم سازمان حرف میزنم. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. قطع شد. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده. خواهش میکنم. بفرمایید. خسته نباشید. شبتون بخیر. امیدوارم که شما و آقای فرهانی حالتون خوب باشه. ما خیلی آقای فرهانی رو دوست داریم. واقعا از افراد وطن پرست و عالی و پر از مطالعه هستن. بردشون افتخار میکنیم. هم ایشون هم آقای پاشایی. ولی من این سوالی که دارم میخواستم بدونم که این حزب مشروطه شروطش چی هستش؟ یا میگن مشروطه سلطنتی، اونم با دارایی چه معنیه؟ یکم معنی میانه رو رادیکال اگه بتونن که لطف کنن بگن خیلی ممنون میشن. بفرمایید. چی باید جواب بدم؟ حزبتون مشروطه سلطنتی که میگه مشروطه پادشاهی، یعنی پادشاه تنها مرکز قدرت نیست. پادشاه یک سمبل سیاسیه، این مجلسه، این پارلمانه که تصمیم میگیره و هر حزبی و هر گروهی که بتونه پارلمان رو در انتخابات ببره فردش میشه، رهبرش، رئیسش میشه، نخست وزیر کشور و مسئول فعالیت‌های کشور میشه. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. من میخواستم بپرسم این سوال از مهمون گرامیتون که این فرق این حزبی که دارن با اونی که شاهزاده رضا پهلوی با حزبی که ایشون دارن چیه و چرا اینا اگه نزدیک به همان یکی نمیشن؟ مثل اینجا که ما دو تا حزب داریم، حزب دموکرات و ریپابلیکن ها. برای الان ما فکر کنم بدون که شاخه شاخه باشیم خیلی اونایی که نزدیک به همان یکی باشن خیلی کاربردشون بهتر میشه تا اینکه جدا از هم باشن. خیلی ممنون. حتما. خیلی متشکرم. ببینید ما هیچ اشکالی، هیچ تفاوتی، هیچی نداریم. ما برادر خواهرهای یک خانواده هستیم که یکی اسمش بهرام، دیگری اسمش مریم، دیگری اسمش بیژن و ما با مساوی همدیگه، موازی همدیگه در یک خونه، در یک سنگر داریم کار میکنیم. بنابراین شما قبلا یه مشکلاتی با شورای ملی داشتین، حلش کردین. اصلا با مشکلاتی که بود خیلی عادی بود، رد شد. حتی حزب اعلام کرد که همه کسانی که میخوان به صورت انفرادی میتونن باشن، از شاخه واشنگتنمون و شاخه‌های دیگه هم در داخل شورا هستن. اصلا مشکلی وجود نداره. بیننده تکست کردن که در طول همان 12 سال کشور ایران و خود شاه تحت تهدید بودند. منظورشون 1120 تا 1132 است. که برای کنترل و پیشرفت هدف تجددخواهی چند قانون را شاه تغییر دادند که باعث 25 سال پیشرفت و امنیت شد. این هم نظر یکی از هواداران نظام پادشاهی است. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض کردم و درود بر شما و مهمان عزیزتون جناب فرزنده. جناب فرزنده من یه سوالی از جناب علی داشتم. شما میشه بفرمایید چه شرطی میذارین که اگر جمهوری در ایران امکان پذیر بشه که الان هست، این جمهوری تبدیل به سلطان یا به دیکتاتور نشه؟ چرا که الان ما در شوروی داریم نگاه میکنیم که روسیه شوروی و روسیه جدید که آقای پوتین 16 ساله در واقع رئیس جمهوره در سوریه و در کشورهای
همجواری که میبینیم، این چه تصمیمی داره که جمهوری میتونه به این حال انسان خود جمهوری اسلامی. و از طرف میخواستم خدمت را عرض کنم که جای فرزند جمهوری اسلامی با شما بد نیست، به این دلیل با شما بده که شما روی صندلی امام زمان نشستید. خیلی ممنون لطفتون، روزتون بخیر، شبتون بخیر. متشکرم از محبتتون. ببینید این برنامه ایست که جناب فرزاد فراهانی اینجا هستن، من باز هم در خدمتتون هستم. سوال بسیار بسیار درستی رو مطرح کردی، فقط به خاطر اینکه وقت آقای جواب شما رو داده باشم، چون سوال با ارزشی رو مطرح کردید، بله این خطر برای جمهوری هم هست. به نظر من نظام هایی که به نام نظام های دموکراتیک امروز در دنیا هستند، اینها اصلا مفهوم خودشون رو از دست دادن. نظام حاکم بر جمهوری ایالات متحده آمریکا دیکتاتوری فردی نیست، دیکتاتوری کارتل هاست، دیکتاتوری تراست هاست، دیکتاتوری دنیای سرمایه است. این نظام به همون خشونتی عمل میکنه که نظام جمهوری اسلامی عمل میکنه، منتها دستاش ظریفتره و زیباتره و من و شما متوجه نمیشیم که داره چی کار میکنه. بنابراین پایه‌های دموکراسی در قرن 21 باید تغییر پیدا بکنه که هیچ نظام پادشاهی و هیچ نظام جمهوری حق مردم رو تضییع نکنه و در این قالب نیاد. این احتیاج به توضیح طولانی داره. من میدونم از چی دارم صحبت میکنم، ولی امشب شب من نیست، یه شب دیگه براتون این طرح رو باز میکنم که تنها راه نجات به اصطلاح کشورهایی که میخوان مردم درشون مشارکت داشته باشن، هیچ چیزی جز یک راه مشخص نیست. ابزارش هم امروز برای جامعه بشری وجود داره و شما خواهید دید کشورهای بزرگ به تدریج ناچار میشن این حقیقت رو بپذیرن. پیشگو نیستم، پیغمبر نیستم، پیشگویی هم نمی کنم، حتما نظراتم رو باهاتون مطرح میکنم و شما میتونید پنبهش رو بزنید از اول تا آخر. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده. درود بر شما آقای فراهانی. درود بر شما. من خواستم شما یا آقای فراهانی تعریفی از دیکتاتوری برای من بکنید، چون اون چی که من میتونم تعریف کنم، هر نظامی، چه جمهوری چه به اصطلاح مشروطه سلطنتی، که مردم نتونن به روش های دموکراتیک، چه حالا رای گیری باشه چه رفراندوم باشه، این عوض نکنن، این نظام نظام دیکتاتوریه. حالا در این چارچوب به نظر شما نظام گذشته ایران دیکتاتوری بود یا نبود که مردم با چوب و چماق و اینا اون عوض کردن؟ راستش که اگه میشد به روش های دموکراتیک عوضش کنی، اون نظام نظام دیکتاتوری نبود. خیلی ممنون میشم جواب بشنم. متشکرم. اونی 100% شما درست میگین. هر نظامی که منتخب مردم نباشه و هر نظامی که بر پایه گروه‌ها و احزاب سیاسی عمل نکنه، حتما میتونه به سوی دیکتاتوری بره. ولی اون بیایم این داستانی که در ایران اتفاق افتاد، این فقط یک زاویه‌ش رو من و شما میبینیم که مردم با چوب و چماق ریختن. این داستان زاییده یه المنت های بسیار زیادیه که نه وقت امشبه و نه چیزه. اگر ولی 100% این تیکه بحث شما درسته که هر نظامی، چه جمهوری و چه نسبت به پادشاهی پارلمانی، اگر بخواد دموکراتیک باشه، باید نشأت گرفته از رأی مردم و عملکرد داخلش سازمان ها و گروه های سیاسی مختلف با تفکرات مختلف، نه مثل چین کمونیست و کشورهای کمونیستی تک حزبی. به عنوان پرسش آخر از حضورتون مطرح میکنم، شما در خلال فرمایشاتون فرمودید که بعضی اعضاتون در زندان هستن، هنوزم در زندانن، درسته؟ من. چند نفر فرمودید؟ 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر؟ یه چیزی تعدادی. خب برای اینها چه فعالیتی کردید برای آزادیشون؟ فعالیتایی که لازم بوده انجام بدید، ولی هنوز به ثمر نرسید. نه، امیدوارم به ثمر برسه، دوستان شما هم آزاد بشن، همه زندانیان سیاسی در ایران آزاد بشن. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و کمکی که کردید به روشن‌تر شدن مواضع حزب مشروطه پادشاهی. از اول مشروطه پادشاهی بوده؟ ما اصلا پادشاهی نیستیم، ما حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات هستیم. آه بسیار، حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات. امیدوارم که روزی برسه که
تعداد اعضای شما اونقدر تعدادش زیاد بشود که بتوانید یک حرکت اساسی رو بکنید. امیدوارم در فعالیت‌هایی که می‌کنید موفق باشید. با تشکر از شما و به امید آزادی ایران. بینندگان عزیز، هپی تانکسگیوینگ، روز شکرگزاری به همه شما مبارک باد. بیچاره بوقلمون‌های بی‌نوا، چندین میلیون به قتل می‌رسند برای اینکه من و شما دور هم جمع بشیم. هر جا که هستید لپاتون بر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.